وای چقدر نازی تو، چقدر چشات معصومه، دماغت هم قشنگه، خیلی جونم قشنگه من ناز. یا الله سلام یا آقای الله، دکتر. بپوشون خودتو. سلام آقای دکتر، بفرمایید. کیو داشتی ماش میکرد؟ تو که تنهایی نه که آقای دکتر، خودم رو داشتم ماش میکردم. خودشیفته ای؟ نه بابا آقای دکتر، دارم تمرین میکنم که خودم رو دوست داشته باشم. آقا من خیلی اعتماد به نفسم پایین آقای دکتر، من خیلی لاغرم آقای دکتر. نه آخه من هر وقت از خونه میام بیرون آقای دکتر، مامان این سیب زمینی ها رو میده دستم، میگه بگی دسته که و باد نبرد، میگه خیلی لاغری. تازه اون موقع آقای دکتر که مدرسه میرفتم، مامانم این پلاستیک حباب داره زیر مانتو تنم میکرد، میگفتش که لاغری، بچه ها مسخره میکنن. معلم هم چون من نرم بودم، من رو به عنوان زبگی میذاشتن لای در که درک باد میخوره بسته نشه آقای دکتر. بعد یه معلم ریاضی داشتیم آقای دکتر، این خیلی استرسی بودش، هر وقت مسئله حل بکنه میومد بالا سر من وای میزای حبابا میترکون. بعد اینقدر رفته بود تو دفتر نازما گفته بود که هر بار زنگ تفریح نازما من سلام که علوی سر بیاد دفتر، آقای دکتر منو میشوندن سر میز، همه معلمای منو میترکوندن. بعد آقای تو بچه‌ها هم از همه جا بیخبر میکردن، معلمو دارن من ماساژ میدن، با من لج افتاده بود آقای دکتر، هیچ کی با من دوست نمیشد، من گوشه‌گیر شده بودم. تو دانشگاه هم همینجوری اعتماد به نفسم کم بود آقای دکترا، یعنی هر کی میخواست با من دوست بشه واسه نیت خیر هی ازش میپرسیدم مطمئنی، قشنگ دماغمو از زوایای مختلفی بهش نشون میدادم، میگفتم که خوب چشاتو باز بکنا، هی پوستمو نشون میدادم میگفتم ببین چقدر جوش داره، قشنگ منو میخوای مطمئنی. و خودم آقای دکتر عکس چند تا دختر دانشگاه بهش میفرستادم، میگفتم اینا رو دیدی دست رو من گذاشتی؟ بیچاره آقای دکتر اصلا میترسید میرفتش. ها آقای دکتر، یا همین چند روز پیش رفته بودیم فرودگاه، بعد یه دفعه بلنگو دارن پیج میکنن که دختری با دماغ گنده و پهن، لاغر مردنی با موهایی به شکل سیم ظرفشویی گم شده، از یابنده خواهش مندی به اطلاعات فرودگاه مراجعه بکن. آقای دکتر و حالا چی شده بود؟ من اون موقع تو دستشویی بودم، بعد مامانم اینا منو پیدا نکردن، نگران شدم، رفته بودم مشخصات منو داده بودن که پیج بکنن. الان دیگه خودم دوست ندارم آقای دکتر. همین چند روز پیش رفته بودم تو مترو، بعد جامو دادم به یه خانومی، بیچاره کلی ازم تشکر کرد، گفتش که چه قلب مهربونی داری. گفتم که عوضش زخم معده دارم، تو که نمیدونی. گفت اب نداره، عوضش قشنگی، چه شب رو مشکی. آقای سعی دهنم با کردم ولی دندونام همشون خرابه. گفت نگاه موها چقدر قشنگه دختر، اینقدر عیب نذار رو خوده. بعد سعی دست کردم رو موام یه گوله مو دارم، گفتم ولی خیلی میریزه. بعد اصلا چندشش آقای دکتر، گفت برو اون وایسا. بعد دیگه آقای دکتر بعد همه این جریانا تصمیم گرفتیم مامانم اینا بریم بدون همایش خودت رو دوست داشته باش. بعد اتفاقا جلوی درم مامانم با اون خانومه که بلیتو میگرفت دعوا شد. آقا خانم بلیتو از هر کی که میگرفت یه تعریفی هم ازش میکرد، رسید بابام گفتش که به به چه مرد قوی و خوش چهره و خوش قلبی. آقای دکتر مامانم قاطی کرد، گفت تو کی باشی؟ تو کجا میدونی شوهر من قوی هسته؟ اینا کجا میدونی تو قوی هستی؟ به شما هیچ ربطی نداره که شوهر من پدر بچه های من خوشهره هستش یا نه. خلاصه رفتیم نشستیم آقای دکتر، بعد اون آقای اومد گفتش که به افتخار خودتون بایستید و خودتون رو 3 دقیقه برای هر آنچه که هستی تشویق بکنید، از این به بعدم تمرین بکنید که یاد هر نکته مثبت و منفی که توی وجودتون افتادید برای خودتون کف بزنید و نقص هاتون رو بپذیرید. حالا آقای تو دیروز رفته بودیم سینما با بابا، یهو وسط فیلم شروع کرد دست زدن، گفتم بس زشته وسط سینما، گفت که با شده یک نقصام افتادم، گفتم خب یاد کدوم نقصت افتادی؟ گفت نقص مردونه است نمیتونم بگم. و آقای تو نگو ولی تا آخر فیلم چند بار دیگه خوشحالی تشویق کرد، نمیدونم چی بود. مامانم اون نگم براتون آقای دکتر، مامانم هر روز یه جوری قرمه صدقه این چربی ها و خطای رو شکمش میره که اصلا تو به نفس اونا هم رفته بالا. آخه قبلا رو شکمش ضرب میگرفت، صدای این هندونای تو خالی که توشون سفید هست و اینا رو میداد، ولی الان ضرب میگیره خودشاده قشنگ صدای کموچه استاد کله رو میده. بعد آقای دکتر تو اون همایشه اون آقای گفتش که قشنگ هر روز خودتون رو بغل بکنین، واسه خودتون کادو بخرین، خودتون رو سورپرایز بکنین. حالا چند روز پیش از یه کافه به من زنگ زدن، گفتن که مامانت اومده اینجا واسه خوش میز رزرو کرده برای تولدش، بعد الان اومده تو یهو سورپرایز شده قش کرده افتاده، ما چیکار بکنیم؟ آقای دکتر شما نمیخواین حرف بزنی؟ اون موقع حرف زدن خیلی استقبال کردم به خدا. چه حرفی بزنم آخه؟ تو الان دچار خودشیفتگی میشی چند روز دیگه از بس خودتو دوست داری؟ 5 جلسه روان درمانی اون طول میکشه، میبینی 5 جلسه چقدر حق مشاورش میشه؟ ما از خدا همه برو قشنگ خودتو دوست داشته باش، برو. از آقای دکتر.